زمان بشارت سه امید رو اعلام کنیم. در نامه اول پتروس 3:15 لطفاً توجه کنید به این آنچه میگم، اگر میخواید بنویسید این آیات رو. در نامه اول پتروس 3:15 پتروس اعلام میکنه آماده باشید آن امیدی که از شما میخوان بپرسن نسبت به ایمانتون به عیسی مسیح اون رو بگید. گاهی ما فکر میکنیم معجزه‌ای که خدا تو زندگیمون انجام داده، شفایی که بچه‌م گرفته، اجابت دعام نسبت به یه موضوع، این دلیل این هست که من به دیگران بگم حالا به مسیح ایمان بیاورید. خیر، این گونه نیست. کلام خداوند اعلام میکنه که نور و باران خود را بر تمام انسانها چه خوب و بد میریزه. اگر شخصی هست میره توی یک امامزادهی دعا میکنه دعاش اجابت میشه، و یک نفر هم دنبال گاو میره گاو پرسته دعا میکنه دعاش اجابت میشه، خداوند به فهم و شعور اون داره نگاه میکنه و خدا هستش که اجابت کننده هستش. اما این رو بدونیم، اومدن عیسی مسیح به خاطر این نیستش که بگیم که ما بر فرض مثال عیسی مسیح فقط اومده برای نیازهای زمینیمون. عیسی مسیح برای نیاز آسمانی ما اومده. عیسی مسیح برای روح ما اومده. در گذشته پیامبرانی بودن که معجزه کردن، امر معروف و نهی از منکر کردن، شریعت رو دادن در زمان موسی، اما عیسی مسیح برای نجات انسان اومده. و این نجات تو هیچ باور و هیچ دینی نیست. مثل اسلام میگه یا مسلمونی یا کافری، کافری باید بکشیمت. اما در مسیحیت این نیست عزیزان. در مسیحیت این هستش که عیسی مسیح قربانی گناهان بشریت شد. سه امید رو به انسان میده: امید به بیگناهی، انجیل یوحنا 3:16، امید به زندگی سالم، غلاطیان 5:22، و امید به رستگاری، کتاب مکاشفه باب 21 آیه 4. عزیزان، پس سه امید رو باید برای مردم شما تشریح کنید در زمان بشارت دادن، که این امید، امید حقیقی هست. امید به بیگناهی، من ایمان دارم بیگناه میشم با خون مسیح. امید به زندگی سالم، من ایمان دارم به توسط روح القدس دارای ویژگی های زندگی شخصیت سالم رو خواهم داشت، که ریشه تمام آن که امروز روانشناسا میگن این 9 مورد توی نامه غلاطیان 5:22 نهفته است عزیزان. و امید به این که من ایمان دارم رستگار میشم و در حضور خدا و در ملکوت خدا خواهم بود، که مکاشفه 21 آیه 4 بهش اشاره میکنه، و آیات هر کدوم اینها آیات بسیاری دارن که نه وقتش هستش عزیزان، ولی من اینها رو خیلی خلاصه به شما گفتم. ما باید از امید نجات برای مردم صحبت کنیم. آمین. دختر من رو عیسی مسیح 21 سال پیش شفا داد. امروز من مسیحی نیستم به خاطر شفای دخترم، هرگز، خدا رو شکر میکنم. من مسیحی هستم که مسیح نجات دهنده است. مسیح نجات میده، مسیح میبخشه، مسیح قدرت میده، یعنی در اصل جرأتشو میده به یک انسان، اقتدار رو به انسان میده، مسیح قوت میده، توانایی زندگی سالم رو میده، مسیح رستگار میکنه هر انسانی که به او ایمان میآورد و در راستای او نیز زندگی میکنه. ایمان ما به عیسی مسیح به خاطر معجزات روی زمین نیست، ایمان ما به خاطر کار او هست روی صلیب عیسی مسیح، که مرد و قیام کردش و امروز ما رو قیام داده است. تمام هلاکت ها، تمام دروغ ها، تمام مذهب های دروغین، خواهر عزیزم.